سلام چهارشنبه 15 مهر ماه 88 7 اکتبر 2009 میلادی چهار موضوع رو راجبش صحبت می‌کنم موضوع اول دانشگاه‌های متعددی است که برای من نوشتند که در اونجا اکشن‌هایی داشتند و تظاهراتی داشتند یا تجمعی داشتند یا شعارهایی دادند و امثال هم از جمله دانشگاه آزاد شهر کرد که روابط نزدیکی هم با دانشگاه دولتی شهر کرد دارن و خیلی اوقات هم مشترک کار میکنند دانشگاه شیراز تحسن داشتن دانشجوها دانشگاه قزوین الله اکبر گفتن در خوابگاه به خصوص دخترها دانشگاه آزاد شیراز واحد صدرا دانشگاه آزاد پونک تهران دانشگاه آزاد تهران شمال که بیرون از محوطه دانشگاه هم فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند و مردم رو به تظاهرات خودشون جذب کردند و امثال هم من این اخبار البته خیلی زیاده از دوستان دانشجو هم تشکر کنم که خبر رو میفرستن ایمیل میفرستن فیلمش رو گاهی میفرستن و از میکنم از اینکه من نمیتونم همه ریز چیزهایی رو که بچه ها می اینجا بازگو بکنم و یا اینکه همه فیلم هایی که میرسن رو نشون بدم امکانات ما محدود و وقتمون هم محدوده ولی فقط از این موضوع اول یک نکته رو میخوام عرض بکنم و اون است که همون جوری که قبلا هم صحبت کردیم حرکت دانشگاه موتور محرک کل بخش های دیگه اجتماعی است به خصوص دانشگاه آزاد که من بسیار خوشحالم از این که وارد فعالیت شده اون خفقان و اون بسته بودن در دانشگاه آزاد مرتفع شده و خواهشم از بچه های دانشگاه آزاد این است که از شهرهای بزرگ به سمت شهرهای کوچک هم حرکت بکنن ارتباطشون رو برقرار کنن شبکه سازیشون رو بکنن برای اینکه دانشگاه آزاد محیط پراکنده است در سراسر سر کشور که می تواند جنبش سبز رو دانشجویان دانشگاه آزاد به دور افتاده ترین نقاط ایران هم ببره نکته دوم که میخواستم بگم پیروه بحثی که راجع به جنبش دانشجویی کردیم و در دو روز گذشته صحبت کردیم من نوشته ای رو هم که دو تن از دوستان فعال جنبش دانشجویی نوشته بودند به همراه مقاله ای که روی یکی از سایت ها بود سایت بامداد خبر دیروز خدمت شما روی سایت خودم گذاشتم و همراه اون گوگل گروپ ارسال کردم و زمینه برنامهمون بوده قول دادم راجب به محتواش امروز صحبت کنم ابتدا راجبه محتوا یک نکته رو بگم ما در واقع فعالیت هایی رو که دانشجویان میتونن بکنند به دو بخش باید تقسیم کنیم یک بخش فعالیت هایی که داخل دانشگاه شعار هایی که داخل دانشگاه مطرح میشه خواست هایی که داخل دانشگاه مطرح میشه یک بخش اونها ایست که دانشجویان وظیفه کلان اجتماعیشون انجام میدن و حرکت دانشجویی به سطح جامعه میکشونن این نوشته ای که خدمتتون فرستادم بیشتر دوستان فعال ناظر بر این حرفشون که ما چگونه جنبش دانشجویی بیاد به سطح اجتماع و در بخشهای دیگه کار بکنه اما راجع به فعالیت داخل دانشگاه هم من نظرات مختلفی رو جمع وری کردم که خواست مهوری دانشجویان در داخل دانشگاه از سیستم دانشگاه چی میتونه باشه؟ یک شعار یا دو تا شعاری که در همه دانشگاه ها تکرار بشه البته دانشجویان خواست های سنفی خودشون دارن خواست هر دانشگاه دارن مثل تعویز رئیس دانشگاه معاونه آموزشی وضعیت خوابگاه اینها که در دانشگاه در جریانه ولی آیا میشه یک خواست مشترک پیدا کرد که تمام دانشگاه ها درش متحد باشن نظرسنجی کردم از دوستان مختلفی پرسیدم و مشورت کردم به نظرم میرسه به عنوان پیشنهاد عرض میکنم که شاید بهترین شعاری که در تمام دانشگاه هم میتونه جاری بشه این است که بسیج از دانشگاه باید اخراج بشه بسیج یک زمانی که جنبش به حداقل در ادعا معتقد بود که یک عده داوطلب هستن حالا دوست دارن بسیجی باشن هیچ مشکلی نبود ولی الان که رسما زیر نظر نیروی زمینی سپاهه در سه ماه گذشته دیده شده یک ارگان رسمی سرکوبگر هست دلیلی ندارد که در دانشگاه دفتر رسمی داشته باشه می توانند یک آدمی عضو بسیج باشه دانشجو هم باشه حرفشم بزنه اما دفتر رسمی داشتن شعبه یک سازمان مسلح در دانشگاه بودن این قابل قبول نیست من یادمه زمانی که ما در دهه پنجاه دانشجو بودیم در دانشگاه صنعتی یکی از مبارزات مشارهای دائممون این بود که گارد پلیس در دانشگاه مستقر شده بود باید از دانشگاه اخراج بشه و همواره باهاشون درگیری داشتیم بسیج فعلی مثل گارد پلیس است که در زمان شاه در دانشگاه ها مستقر بود و به جون دانشجوها میافتاد بنابراین خواسته اصلی که در سراسر دانشگاه ها می تواند مبارزه درون دانشگاه باشه این باشه این است که دست نظامی ها از دانشگاه کوتاه دانشگاه محیط علم و دانشه یک عضو سازمان نظامی ارتش سپاه پلیس میتونه دانشجو باشه قدمش سر چشم دانشگاه میتونه حرفشو بزنه میتونه از حکومت دفاع کنه اما دفتر رسمی برای یک سازمان مسلح سرکوبگر به نام بسیج که زیر نظر نیروی زمینی سپاهه مثل این که نیروی زمینی ارتش هم بگیم در دانشگاه شعبه داشته باشه یا پلیس در دانشگاه شعبه داشته باشه این حق نداره از دانشگاه باید بری بیرون دفترش باید برچیده بشه به نظر من از مجموع نظرهایی که من گرفتم این نکته محوری است که میتونه در تمام تظاهرات دانشجویی درخواستش مطرح بشه البته با فاصله بعدی یک درخواست دومی هم که من دیدم توی نظراتی که صحبت کردم با خیلی که دیگه مطرح نیست که نماینده ولایت فقیه بعد از دانشگاه بره بیرون دانشگاه نیازی نداره که یک نماینده ولایت فقیه داشته باشه این هم میتونه یک شعار دومی باشه ولی شعار اولی به نظر من شمولش من مجموعه ای که نظر سنجی کردم بیشتره و بنابراین داخل دانشگاه یک مبارزه محوری دانشجویان در تمام دانشگاه میتونیم باشه که دست نظامی ها از دانشگاه کوتاه دست واحد رسمی نیروی زمینی سپاه از دانشگاه کوتاه اما برای اینکه به بیرون از دانشگاه و خود داخل دانشگاه بتونیم فعالیت بکنیم این نوشته ای که دوستان فعال دانشجوی نوشتن چند نکته رو توش توضیح دادن نکته اول شبکه سازی داخل دانشگاهه یعنی اولین و مبرمترین کار این است که دانشجویان بتوانند با همدیگه ارتباط بگیرند با همدیگه شبکه داشته باشند به همدیگه بتونند خبررسانی کنند منطقی ترینش کسانی است که از یک خانواده اومدن همدیگر رو میشناسن فامیلن یا از یک محله اومدن یا از یک دبیرستان اومدن یا در طی یکی دو سال گذشته در همون دانشگاه هم رو خوب شناختن عنصر آشنایی برای ساختن هر شبکه ارتباطی و فعال عنصر اساسی است نکته دوم این است که چون فعالین قبلی دانشجویی به شدت از طرف رژیم زیر کنترلن دستگیر میشن و ممکنه باشون برخورد بشه فعالین جدیدی که وارد دانشگاه شدن مسئولیت سنگین تری دارن و فعالین قبلی میتونن به اونها کمک بدن دانشجویان شاید سربستان بهترین مثالی بودن که قبلا هم عرض کردم یک عده فعالینی که حکومت کنترلشون میکرد جلوی پرده بودن و در واقع حکومت رو سر کار میگذاشتن و کارهایی میکردن که اونها کنترل میکردن ولی علاف میشدن گاهی به جاهای پرت و پلا میرفتند تعقیب اونها اما فعالیت اصلی رو با شبکه سازی مخفی بچه های فعال جدیدی که برای حکومت ناشناخته بودن میکردن نکته سوم این است که وقتی شبکه سازی میشه برای فعالیت خود دانشجویی برای همون شعار محوری دست نظامی ها از دانشگاه کوتاه و یا سایر خواستای دانشجویی به کار میاد اما از دانشجو میایم بیرون اولین گروه اجتماعی که دانشجویان باید بتوانند باشون ارتباط بگیرند و اونها رو جذب بکنند آدم های رژیمیش رو دفع بکنند اساتید خود دانشگاه هستن که خیلی هاشون مناسب و مساعدن و کارمندان دانشگاه هستن اونهایشون که با جنبش سبزند باید ارتباط گرفت همراهی بکنن گاهی ممکنه در فاسهای بعدی بتونن تعصب بکنند و اونهایشون که خلاف دانشجویان هستن می باید که دفع بشن و ایزوله بشن منزوی بشن ادامه این بحث رو برای اینکه بحث مهمی است و دو موضوع دیگه ای که امشب بهش نرسیدیم راجع به جنبش کارگری و پارازیت های تلویزیون و غیره میگذارم برای فردا و بحث بعدیمون تا فردا شاد و پیروز و موفق باشید به امید پیروزی ایران ایران ایرانی